سمینار انجمن روانشناسان ایرانی با دکتر دانش فروغی. با درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم، دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی انجمن روانشناسان ایرانی در امریکا رو پی میگیرم. این برنامه به وسیله انجمن روانشناسان ایرانی یعنی IPAA مورد پشتیبانی است و افرادی که در اینجا حضور دارند همه مورد تایید هستند از نقطه نظر گفتگویی که به این مناسبت باید در جامعه ایرانی برای خودش اون جایگاه اندیشمندی که دوستان ما دارن رو بتونه ارضا بکنه. در هر حال به شما عرض بکنم که در هفته‌ای که گذشت، خب هم روز روان درمانی بود یکی دو روز قبل، هر سالی روزی رو میدونید بالاخره روزهای مختلف وجود داره، حتی در امریکا میره روزهای سکرتری هم هست، روزهای کارفرما، روزهای حالا هرچی. به شما عرض بکنم که در ماهی هم که گذشت مسائل مربوط به خودکشی ها مورد توجه بود خیلی زیاد و بسیار راجبش صحبت شد، مقالات زیاد، صحبت‌های زیاد در رسانه‌های گوناگون. ولی مسئله این است که وقتی که ما وارد یک همچین گفتگویی میشیم راجبی اینه که در ماه گذشته فرض بفرمایید که تعداد افرادی که خودکشی کردن چه تعدادی بوده، اینا انسان هستن، عدد نیستن. و مسئله دیگر این که آیا این خشونتی که این گونه به سوی خود جهت پیدا کرده به چه دلیل میتونه این گونه باشه و چرا باید اینطور باشه؟ بنابراین بدانیم که ما مسئله خشم و خشونت، مسئله به اصطلاح آسیب‌های خانوادگی که در همه جا وجود داره، منحصر به یک کشور و یک قوم ویژه نیست و این در تمام نقاط جهان در تمام کشورها هست. منتها یک تفاوت وجود داره در میان بعضی از کشورها. شما میبینید که خود اونهایی که باید جلوگیری از این عوامل بکنن باعثش هستند و سبب میشند که این چیزها اتفاق بیفته، اون گرفتاری یا پیش بیاد. بنابراین ما که در اینجا نشستیم و همه اونهایی که به ما گوش می سپارند زبان فارسی می دونند، به نتیجه به کشور ایران، به کشور سرزمین پدری عقیده و علاقه دارند، بل اجبار گاه بر می کردیم ببینیم در کشور ما چگونه می گذرد. و این پنجره‌ای رو به سوی خانه پدری که می‌دونید این راستی این واژه رو می‌خواستم خدمتتون بگم که این تیتر مال یک ادیب ایران شناس و وقیده من در این حال سیاستمدار سیاست شناس و سیاست دان بلند آوازه آقای دکتر نوری‌زاده است. و پنجره رو به خانه پدری، رو به سوی خانه پدر وقتی که میاریم، اون دردها و اون آسیبها درد شدیدتر میشه. حالا شاید خودخواهی ما برای میهنمون باشه، یعنی میهن خواهی ما باشه و این درد رو آدم کمتر میتونه با افراد دیگری در میان بذاره. مثلا من بیام بگم به یک آمریکایی که دوست منه، بیام بگم که
هفته گذشته مثلا اعلان شد در ایران که 40 زن سردشتی یا ابهری که مورد تجاوز قرار گرفته بودند یه گرد همایی داشتن و شکایت کردن، اومدن تو خیابونا. اصلا وقتی یه همچین صحبتی رو من با یک آمریکایی میکنم، با دوست روانشناس خودم میکنم، درش هیچ حالتی رو نمیبینم، در حالی که من منقلب کرده قبلن. وقتی با روانشناسای ایرانی خودمون صحبت میکنیم اغلب متاثر میشن. خوب این تأثری که یک روانشناس پیدا میکنه، این تأثری که به وجود میاد، حالا من با چی کار بکنم؟ جوابشو بهتون میدم. من هم با کسی صحبت میکنم، با روانشناسی که قبولش دارم حرف میزنم، میگم آقا من شنیدم که در ابهر بوده 5 کودک ایرانی 6 کودک ایرانی به وسیله معلمش مورد تجاوز قرار گرفته، اینو اعلان کردن. حالا اگه سوال این باشه که آیا در امریکا یا در اروپا یا در نمیدونم هر جای دنیا یه همچین حادثه اتفاق نمیفته، جواب من اینه که حتما اتفاق میفته. منتها یه تفاوت داره، کسی به اون معلمه دیگه جایزه نمیده، تا ابد میره توی زندان، میره اونجا که بیاموزه که به بچه های مردم، نونهالان مردم تجاوز نکنه. او رو گذاشتن اونجا که جلوگیری بشه، او رو گذاشتن که اگر یه موقعی پدری مادری بیش از اندازه به کودک خودش خشم نشون داد، بدرفتاری کرد، او باشه که جلوگیری بکنه، او باشه که با خود پدر مادر صحبت بکنه، اگر نشد با دولت تماس بگیره. حالا اگه خود مأمور دولت بیاد این کارو بکنه، اون وقت این درد را به که باید گفت. خیلی خیلی مشکله، این درد رو باید به چه کسی گفت؟ این آسیب‌های اجتماعی که سال‌ها پیش راجع به جامعه شناسای ایرانی بحث‌های خیلی خیلی مهم می‌داشتیم، تعدادشون خیلی زیاد بود. من الان این مقالات جامعه شناسا رو به منوال سابق به اون صورت واقعاً که زیر ذره‌بین اینها رو مسئله‌ای کرده باشن که بتوانند اینها رو ببرند به جایی برسونن، یعنی تحقیقی که ما میکنیم به جای خودش، تحقیق به جای خودش با ارزشه. فایدهش آخه چیه؟ فایدهش اینه که دولت از این تحقیقات استفاده بکنه، یک قدم برداره. وقتی که این قدم ها برداشته نمیشه، وقتی که این راه ها رفته است و راهی برای بازگشت نیست، وقتی چند بچه مورد تجاوز قرار میگیرن و میبینن که عدالتی در کار نیست، میبینن که معلمش تو زندان نرفته، داره ازش حمایت میشه، اینه که این درد، درد ماندگار خواهد بود، نه فقط برای بچه ها و پدر مادرها، برای جامعه ای که اینها رو میشنوه. خدا پدر اون روزنامه نویسی رو بیامرزه که اینا رو چاپ کرد، نترسید. در هر حال من میخواستم این پنجره‌ای که رو به خانه پدری رفته، امروز با آقای دکتر سامان کاظمیان، این پنجره رو باز کنیم. این پنجره، پنجره‌ای است که حتما همیشه نمیشتونه گل و بلبل و سنبل درش دیده بشه، نه خیر، اینا چیزهایی است که داره اتفاق میفته. این دردها رو ما شریک میشیم با
هم میهنان خودمون. قول معروف میگه شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر. دلت بر ماتمم میسوزد، این هم ماتم دیگر. فکر میکنم این مال آقای قهرمان بود، اگه اشتباه کردم میبخشید، ولی اومد تو ذهنم و گفتم. در هر حال خوش آمد بگم با آقای دکتر سامان کاظمیان و عذر بخوام از این که خیلی زیادی رفتم. خیلی خوش آمدید دکتر جان. صدا ندارید، صدای شما رو نمیشنوم. شما هستم. بله بله، حالا صداتون اومد. خب دکتر، شما صدای منو داشتید اون موقع؟ بله بله بله. خیلی خوب، پس میخواستم ببینم که از لحاظ فلسفی و زیربنایی که خیلی همواره یاری شما به ما توی این مسیر خیلی خیلی ارزنده بوده. ببینیم وقتی که در حالا دو تا شعر من به عنوان مثال، اونم به دلیل اینکه همه جا چاپ شده بود و گفته شده بود و تو روزنامه ها و تو مجله ها و تو، به شما عرض بکنم که رسانه های متفاوت توی فیسبوک حتی این مسائل رفته، و این است که ببینیم که چگونه میشه یعنی یک معلم مدرسه بهش اطمینان شده. این بچه های این شاخه های جوان و ترد که شکنندگی دارن، وقتی مورد چنین حادثه ای قرار می گیرند، ما باید تا چه اندازه این موضوع رو به گردن پدر مادر بندازیم؟ تا چه اندازه به خود طرف، البته خودش که فاعل کار هست باید بیشتر مورد توجه باشه، ولی در این حال مسئله جامعه هست که میسازه. معلمایی که دیدن اگه یه همچین چیزی بشه ممکنه براشون خطری، ضرری، زیادی نباشه. و نمیخوام بیش از این برم، چیزایی که بیش از این میدونم ازشون، اینجا جاش نیست. بفرمایید جناب. بله آقای دکتر، همونجوری که میدونید، خب این بذارید صورت مسئله رو یک کمی بشکافیم. این مسئله که اتفاق افتاده، ما بیایم اینو یه مقداری کاتگورایزترش کنیم، به اصطلاح دسته‌بندی تر بکنیم. این قسمتی که در مورد این اتفاق افتاده، خب مسلماً این شخصی که این کار رو انجام داده، میدونیم که ایشون از حد نرمال عبور کرده و در حد پاتولوژیکش هست. یعنی این که یه فرد بیماریه که دچار به اصطلاح عوارض روحی روانی و حتی احتمال داره که اختلالات حتی آناتومیک هم در مغزش داشته باشه. در نتیجه تکلیف اینها مشخصه، یعنی اینکه ما با سیستم اجتماعی که ایجاد کردیم میخوایم جلوی این جور افراد رو بگیریم. حالا من اصلا در کشور و جای خاصی رو اشاره نمی کنم، در تمام دنیا، یعنی آمدیم ما یه سری قوانینی گذاشتیم که بتونیم جلوی این افراد بیمار رو بگیریم و بتونیم جامعه رو از صدمه اینجور افراد محافظت بکنیم. و اینکه شما فرمودید چطور یه همچین کاری میکنه، خب به هر حال بایستی دنبال زمینه‌های
بیماری این شخص رفت و دید. ولی من در صحبت‌های شما بیشتر اون رو می‌دیدم که چطور این قوانین، یعنی اون پروتکشن و محافظت بیشتر انجام نمیشه. بله. یعنی چطور جلوگیری نمیشه یا پیشبینی نمیشه که یه وقتی یه همچین اتفاقاتی نیفته. اون قسمت خب مربوط میشه به قوانین اجتماعی و حکومت و روابطی که در اون کشور از طرف به اصطلاح رژیم و قانون‌گذاران اون کشور برقرار شده و گذاشته شده. و هرچه این اتفاق بیشتر بیفته و نتیجه نامطلوب‌تر داشته باشه، به نظر میرسه که این قوانین ناقص‌تره و کمتر بهش توجه میشه. و من میخوام که این مسئله رو در واقع به یه طرف اساسی تر ببرم. بله. میبخشم. و اون قسمتیه که چطور میشه که توی یک کشوری به این مسئله انقدر توجه نمیشه. در واقع صحبت از کشور میکنیم، یک قسمتش حکومت اون کشوره، یعنی قانون‌گذاران و کسانی که دارن اداره میکنن، و یک قسمتش کسانی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این دوتا با همگه به اصطلاح در هر اتفاقی که میفته شریکن. متاسفانه خب البته به صورت نرماله، از نظر فردی در نظر بگیرید، هر اشکالی شما اگر از من یه انتقادی بکنید، اولین چیزی که از به اصطلاح دفاعی که از من هست، دستم رو به طرف، انگشتم رو به طرف بیرون میبرم و میگم که من ندارم، من هرچی بوده از بیرون بوده. در جاهایی به خصوص در کشور ما، من این رو میخوام به صلاح توجه بدم به صورت کلی که بدونیم این اشکال اساسی که ما الان داریم رنج میبریم حتما تمام این چیزهایی که شما فرمودید هست، ولی میخوام اون قسمت رو که مردم و هر شخص این مسئولیت رو قبول کنه که اتفاقاتی که داره میفته در اون اتفاقات شریکه، تنها حکومت نیست، تنها رژیم نیست. مثل یک خانواده، شما یک پدر الکلی معتاد در یک خانواده هست، حتما تأثیر داره، بچه ها رو اونجوری رشد میده تو اون خانواده هست. ولی که شما میبینید تو بعضی از خانواده هایی که پدر و مادر مشکلدار الکلی معتاد دارن، بچه ها هم معتاد میشن و خیلی ها هم هستن که بچه ها به کارهای درست و زندگی نرمال خودشون ادامه میدن. پس این دوتا انتخاب یک جورایی هست. این همین اتفاق در یک کشور میفته و مردم اون کشور مثل بچه های اون رژیم و اون حکومت هستند. حتما اون پدر الکلی و معتاد که ما اگر تشبیهش کنیم به یه حکومت، ولیکن قسمتی هم با خود اون مردم در ارتباطی و اون زمینه های ذهنیه انسان‌هایی که اونجا زندگی می‌کنن، که البته خب فاکتورهای خیلی زیادی هست، از فرهنگ گرفته تا مسائل ژنتیکی، موقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی، همه اینها تأثیر داره. ولی خب ما در مجموع وقتی که در یک بسته یا پکیج این رو نگاه می‌کنیم،
بایستی این مسئولیت رو بپذیری که اگر یک همچین اتفاقی میفته و اگر یک حکومتی واکنشش یا اندازه عکس العملش به یک همچین اتفاق بد و آزاردهندهی که شما اشاره کردین به نظر میاد که مناسب نیست، من اینجا قسمتی رو هم برای اون مردم و اون کسانی که در اونجا بودن مسئولیت قائلم. بله، من فکر میکنم که من فکر میکنم که یک موضوع بی نهایت مهم میره بهش اشاره کردید، که این موضوع مهم مسئولیت انسان رو به طور کلی در برابر چنین حوادثی، فقط لازم نیست که پدر یکی باشه، کسی که راجع به فرزندش داریم صحبت میکنیم چنین حادثه ای براش اتفاق افتاده باشه، مسئله این است که انسان به طور کلی تا چه اندازه به کرامت انسانی اعتقاد داره و قصد داره که این پیوند و این همبستگی انسانی رو برای نجات انسان بخواد به کار ببره. ما میریم چند تا آگهی میبینیم، برمیگردیم، موضوع بی نهایت مهمیه به دلیل اینکه من میخواستم راجع به این موضوع از قضا نکته بی نهایت مهمیه که تشریح خواهیم کرد که چه عواملی باعث میشن که این اتفاق نیفته. با ما باشید. شما می توانید از طریق اپ شنونده و بیننده ی رادیو تلویزیون آینه باشید. به اشتراک گذاشتن آسان در شبکه های اجتماعی. می توانید برنامه های زنده را به صورت اشتی و به صورت تمام صفحه تماشا نمایید. شما بیننده آینه هستید. با درود گرم مجدد به شما دوستان و همراهان، اونهایی که لطف میکنید و به ما گوش میسپارید. داشتیم صحبت میکردیم که با آقای دکتر سامان کاظمیان و ایشون مسائل بسیار مهم میره از نقطه نظر زیربنایی چنین رفتاری که راجبه صحبت شد، راجبه تجاوز به زنان، راجبه تجاوز به کودکان و اون پنجره‌ای که رو به خانه پدری گشوده شد. ببینید ایشون یه نکته مهم صحبتشون راجبه این بود که این افراد، خوب افراد هم هستند، یعنی مردم هم هستند، یک پای قضیه هستند. این مردم کیا هستند؟ پدر مادر هست و جامعه، جامعه‌ای که خبر دردناک و ناگوار میشنوه، پدر و مادری که تجربه میکنه. خب چی باعث میشه که سکوت اتفاق بیفته؟ ترس اولیشه، دو اون کلمه بی آبرویی که در جامعه ما خیلی راجبه صحبت میشه، مثلا صحبت نکنید، اگه من برم بگم همه میفهمن که من انسان شایسته‌ای نیستم، اگر برم بچه، حالا دونه دونه اینا رو میتونیم بررسی بکنیم که چرا یک بچه فریاد نمیزنه، چرا یک زن وقتی موقع
مورد تجاوز قرار میگیره فریاد نمیزنه؟ چرا رسوا نمیکنه؟ چرا حاضر نیست که بیاد و بگه که این شخص در این مقام یا در این موقعیت بدون دلخواه من وادار به کاری کرد و طوری به من با من رفتار کرد که اجبار به سکوت داشتم. خب حالا خیلی هستن که ممکنه فکر بکنن حنجره که مال خودت بود که، ولی من یک بار تو این تلویزیون گفتم و اونم راجع به دختر خانومی بود که رفته بود عموش در ایران ببینه، چون پدرش اینجا بود، پدر و مادرش، و عمو جان به ایشان تجاوز میکنه. میگفت وقتی که توی دفتر من اومد ازش پرسیدم چرا فریاد نکشیدی؟ خیلی خیلی سوال بی جایی بود به عقیده من. چرا پرسیدم؟ خیلی اوتوماتیکلی اومد تو ذهنم که بگم فریاد بزن. گفت گلوم گرفته بود، فریاد میزدم، این فریاد خفه میشد، گلوی من بسته بود. گفتم خوب چه کردی؟ گفت چی؟ صبح بلند شدم پریشان و ناراحت با زنمو خدافزی کردم و اومدم فرودگاه. گفتم اولین هواپیمایی که برمیگردی به امریکا کیه؟ و برگشتم و پدر و مادر در اینجا فقط براشون این مسئله بود که چرا از این زود برگشت، چرا زود اومد. چرا؟ به دلیل اینکه همیشه میتونه این جور حوادث به وسیله افرادی اتفاق بیفته که ما بهشون اعتماد داریم. بیشتر اوقات کمتر اتفاق میفته. حالا مثلا میگن که فلان وزیر یا فلان وکیل در یک شرایطی اون کسی که حالا به هر دلیلی در خلوت خودش داشته یا کشته، این به دلیل این بوده که حالا هزار تا دلیل راجع به این موضوع است که موجه جلوه بدن اون کشتن رو و موجه جلوه بدن اون تجاوز رو. اینه که خطرناکه. الا اگر همه بدانن که عقوبتی در کاره، بدانن که در برابر چنان رفتاری نوع بازتاب جامعه جور دیگری خواهد بود، خیلی خیلی کم اتفاق میفته. خوب میخواستم ببینم که جناب دکتر کاظمیان، شما این مسئله ترس رو در مورد خانواده جدی میدونید یا نمیدونید؟ در جامعه‌ای که ما این پنجره ای رو که باز کردیم دور امریکا، یک تجاوز اینجوری که میشه 10 تا وکیل و نمیدونم کلی سازمان حمایت از کودکان و اینا وجود داره. بلا تجاوز که داره اتفاق میفته. اما امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم توی همین امریکا احتمالش هست که خیلی اتفاق افتاده باشه، من شما بی خبریم. اون موقعی که من برای کاونتی لس آنجلس کار میکردم میدیدم هر روز و تعجب میکردم. اوایل کار فکر میکردم که ما وارد جامعه ای هستیم که خوب تعداد تحصیل کرده داره، گروه متمدنن، آدم متمدن که از این کارا نمیکنه. ولی با کمال تعجب نه تنها نسبت به کودکان، ما وقتی صحبت تجاوز داریم صحبت میکنیم یادمون باشه پیرها هیچ کمتر از کودکان نیست مشکلشون. پیرها به گونه دیگر مورد تجاوز قرار میگیرن. ممکنه چروک های سیر چهره، آژنگ های روی پیشانی، اونها ممکنه که توجه کسی رو جلب نکنه از نقطه نظر جنسی،
ولی یک چیز جلب میکنه، اگر این بمیره من میتونم صاحب چیزی بشم. این موضوع رو شما در اینجا خیلی زیاد میبینید. به همین واسطه سازمانی درست شده که از پیران مواظبت بکنه، نه تنها از کودکان. و اصولا افراد بالغ، ادالت، اون چیزی که اینجا برچسبش هست، اینا که همشون بلا فاصله خودشون میتونن برن، لازم هم نیست که پولدار باشن، یه وکیل میگیرن، شکایت میکنن از طرف در محیط کار. شما ببینید تا چه اندازه بی عدالتی ممکنه بشه در همه جا. ولی شما وقتی پنجره رو به خانه پدری است چگونه میبینید؟ آیا کارفرمایی که کار داده به یک زن این سعه صدر رو داره که نسبت به او خوشرفتار باشه؟ احتمال من اینه که بسیاری هستن خوشرفتارن، بسیاری ببخشید ابدا دنبال این نیستن که بخوان دردسر برای دیگری درست بکنن، برای خانواده خودشون این کارو بکنن. اشکال من با اونهایی است که این گونه مورد تجاوز به وسیله یک کارفرما مثلا قرار میگیرن و راه به جایی نمیبرن. هستن اونایی که به ما میگن که وقتی که به ما گفتن که خب پس بنابراین شما مثل این که همکاری نمی کنید با ما. و این معنی همکاری یک واژه‌ای است که عجیب و غریب جا پیدا کرده به گونه دیگری. حالا میخواستم شما این مسئله ترس و مسئله آبرو رو تا چه اندازه مؤثر میدونید که اون تقاضا به اصطلاح اون چیزی ری که از جامعه میخواستید، از پدر مادر میخواستید، تا چه اندازه اون مؤثر میدونید که سکوت بکنند، که حتی نرن شکایت بکنند گاهی اوقات؟ بله، البته من اینو خیلی میخواستم به همین مسئله از یک جنبه دیگه اشاره کنم که بله. شما فرمودید این مسئله رو که من میخوام بیشتر به این طرف برم که الان شما به فرض هوای لس آنجلس گرم و سرد میشه، ما خیلی نمیتونیم تو این هوا به اصطلاح از این جنبه، البته خیلی تشدید شده است، اغراق آمیزه، ولی این کسانی که این کارا رو میکنن که میخوایم این طیف رو بررسی کنیم، اینها دچار مشکلات روانی هستن و در جامعه میچرخن و میگردن. حالا ما باید چه بکنیم که خودمون رو محافظت بکنیم، یعنی جامعه رو محافظت بکنیم از اینجور افراد؟ چون که ما که نمیتونیم هوای لس آنجلس رو گرم و سرد بکنیم، ولی خونه خودمون رو میتونیم یا لباس خودمون رو میتونیم کم و زیاد بکنیم و بر مبنای اون خودمون رو تنظیم بکنیم و در یه حالت خوبی قرار بگیریم. مشکلی که در من مثالی خدمتتون عرض کنم، من وقتی که آمده بودم به امریکا و البته خب آمار و ارقام رو از دور می‌دیدم و در ایران هم به هر حال چون دستن در کار هم کارهای بهداشتی هم روانی بودم آمارها رو می‌دیدم و خیلی برام به اصطلاح جالب بود که ما اونجا در اون زمان من یک استنتاج اشتباهی داشتم و می دیدم که بسیار بسیار اینجور مسائل کم اتفاق می افته و
ولیکن در غرب میبینیم که چقدر این اتفاق افتاده. بعد از اینکه آمدم به امریکا به شخص خودم در طی یک چیزی حدود 10 سال 10 تا خانم 4 تا خانم رو دیدم که چون خیلی این جامعه آماری کوچکه، یک نفر یعنی یه مثل من و با تعداد محدودی آدم‌هایی که باهاشون سر و کار داشته، 4 تاشون از طرف پدرشون مورد تجاوز قرار گرفته بودن. بله. در صورتی که شما اگر در ایران یا یعنی در ایران مورد تجاوز قرار گرفته بودن. بله. که بعداً مهاجرت کرده بودن به امریکا. بله. در صورتی که من طی 15 سال کار در اونجا یک دونه هم ندیدم، حتی هیچ خبری، هیچ شایعی، هیچ اثری از این مسئله دیده نشد. بله. پس چطور این اونجا و حتی یک به اصطلاح خانومی بود که الان شما همین مسئله آبرو رو فرمودید، ایشون اظهار میکرد در امریکا، البته این عرض میکنم نه در ایران. بله. این اتفاق در ایران افتاده بود ولی این خانم در امریکا بودن و تعریف میکردن. بله. که من از طرف داییم از 8-9 سالگی تا 10-12 سالگی حتی 13 سالگی یعنی چندین سال مورد تجاوز قرار میگرفتم. وقتی به مادرم شکایت میکردم، مادرم میگفتش که به برادر من همچین تهمتی نزن، و چون منزل کوچک بود و همیشه و اون از دختر میخواست که جاش رو جدا بذارن، ولی مادر با توجه به این شکایت های این فرزند بیگناه جای دایی و اون فرزند تو یک اتاق میذاشت. پس این اتفاقی که اونجا افتاده همین مسئله است که شما بهش اشاره کردید از با عنوان آبرو. بله. البته خب میدونید دیگه این آبرو هم برمیگرده به فرهنگ و طرز تلقی و طرز فکر اون جامعه که متاسفانه در کشور ما یک حالت قایم کردن و پوشاندن و بیخبر گذاشتن. من نکته رو اینجا میخواستم، البته مطلب خیلی وسیعه، ولی میخواستم در مورد همونی که شما فرمودید در ایران مورد تجاوز معلمشون قرار گرفتن. هلی. و احتمالاً خیلی از این اتفاقات هم افتاده و ما خبر نداریم و خبرش به بیرون درز نشده. یکی از چیزهایی که اتفاق میفته ندانستن بچه هاست، یعنی بچه ها اصلا نمیدونن، یعنی هیچ دانشی ندارن، هیچ اطلاعی ندارن، چون خیلی از اونها اگر قبل با این مسائل آشنا بودن میتونستن خودشون رو پروتکت کنن، محافظت بکنن. و متاسفانه با این لاپیشونی که در جامعه ما انجام میشه، ما دامن میزنیم به این اتفاقات و این انسانهای مریض رو در جامعه ول میکنیم و خودمون و جامعه رو و افراد بیگناه رو مانند اون بچه ها یا خانم ها رها میکنیم. و این بسیار بسیار، البته الان داره تغییراتی انجام میشه، ولی متاسفانه این فرهنگ همچنان داره مقاومت میکنه و جلوی این آگاهی رو داره میگیره. بله. نکته جالبی است در مورد اینه که ما این موضوع در از لحاظ فرهنگی برای ما خیلی خیلی ناگواره که بخوایم این موضوع مطرح بکنیم. مسئله آبروست، مسئله ترس از انتقامه، یعنی
شما مجسم بکنید که طرف که در یک سازمان دولتی باشه مثلا، که کاری از دست ساخته باشه، حالا شما برید ازش شکایت بکنید، ثابت شده، دیده شده که اشخاص به سادگی این موضوع رها نمی کنن و شروع می کنن به این که کارشکنی هایی به وجود بیارن برای افرادی که به اصطلاح بالغ هستن. در مورد کودکان موضوع به گونه دیگری است و وقتی که ما اسم کودک میاریم، اون وقت تعریف کودک در جوامع مختلف متفاوته. از نظر ما وقتی که فرض بفرمایید که یک دختر 12 ساله مثلا در امریکا اینجوری ببینیمش، یه دختر 12 ساله، پسرم 18 سالشه مثلا، یا 15 سالشه یا 16 سالشه، اگر ببینن که یک رابطه حتی به وجود اومده، پدر و مادر حق دارن که اینه به عنوان تجاوز به عنف، یعنی بچه‌ای که 12 سالشه عقلش نمیرسه، عقلش میرسه که چی داره اتفاق میفته ولی ایموشنال ماتوریتی نداره، ما باید در قوانین خودمون توی کشور ایجاد تغییر بکنیم تا بتونیم کودک حفظ بکنیم. آقای دکتر کاظمیان، ما تا زمانی که قانون رو به سود کودک تغییر ندیم، همیشه رفتار با کودک میتونه به صورت رفتار با یک انسان بزرگ مورد توجه قرار بگیره و هیچ کسی از این که یک کودک داره این گونه صدمه میبینه احساس ناراحتی و ناگواری نداشته باشه، به دلیلی که میگن خوب قانون اینه. ما مواجه هستیم با قوانینی که این قوانین افراد رو نه اینکه به وجود بیاره اون بیماری که بهش به درستی اشاره کردید، ولی میدونید که معمولا بیماران روانی، اونایی که روان پریشی دارن، تعداد درصدشون تو جامعه خیلی خیلی کمه، ولی اونهایی که مردم ستیز هستن تعدادشون زیاده. شما نگاه بکن چقدر مردم ستیز میتونه وکیل بشه، میتونه وزیر بشه، حتی میتونه در حکمرانان به اصطلاح بسیاری از ارتش‌ها رو شما در نظر بگیرید، بسیاری از کشورها رو در نظر بگیرید. مردم ستیزی یک چیزی است که به طور عجیبی میتونه وجود داشته باشه و میتونه تشدید بکنه این آسیب‌های اجتماعی رو. به هر جهت ما به پایان وقتمون رسیدیم، به نظر میاد که وقتی که پایان گرفته شاید در فرصت دیگری، در موقعیت دیگری ما این توانایی رو پیدا بکنیم که این حد و حدود این پنجره رو ببینیم، تا چه اندازه میتونیم باز بکنیم، تا چه اندازه میتونیم واقعیت رو بدون نگرانی و بدون، به قول شما کلمه لاپوشی کردید خیلی جالب، بدون لاپوشی بتونیم مطرح بکنیم برای مردم. و سپاسگزار باشیم از اینکه به ما گوش میسپرن، سپاسگزار باشیم از شما و من سپاسگزار باشم از همچنین از شما و آقای کیهان که این برنامه رو اداره کردن امروز و رهبری داشتن. روز و روزگار خوش. سمینار انجمن روانشناسان ایرانی با دکتر دانش فروغی.